سوگن میدم شما رو نکنید در این مبارزه این چنینی شرکت نکنید تا این سرزمین به راستی رهبری جدی نشه در این مبارزه. ما که هرچه فریاد میزنیم کسی حاضر به مواقع پشتیبانی نیست، کسی حاضر به حرکت نیست و بهتره که این گونه هم نباش، زیرا که تخمه راستین پیدا کردنش سخته. پیدا کردن یک فرزند دلاوری که میتونه از جانش بگذره همدفنان گرامی مشکله. مطلب رو به اینجا رسوندم که فکر نکنید من یه آدم حالویم اینجا نشستم و صبح تا شب میام از این حرفا میدنم، نه همدفنان گرامی، جهان همراه جمهوری اسلامی هست و این جنبش ها برنامه ریزی میشه. فکر نکنید از سمت ملت ایران شروع میشه. برای اینکه ببینید اینا مطالعه کنن، گفتن که دانش دارن، به قول فولادمند یه شعری همیشه میخوندیدی که چه گفت زال با رستم گرد، دشمن نتوان ذلیل و بیچاره شمرد. اینا مطالعه میکنن این روندها رو، این فشاری که روی ملت ایران گذاشتن دائم مطالعه میکنن و میدونن که این منحنی به محلی که میرسه در این محل اگر یک گام دیگه به جلو بذارن سرنگون خواهد شد و اون یک گامو به جلو نمیذارن، اون یک گامو عقب میرن و ملت رو میارن تو خیابون، میارن تو خیابون قبل از این که آماده بشه، قبل از این که دلاور بشه، قبل از این که متحد بشه. هم مثلا آنی گرامی من تا چه حد میتونم فریاد بزنم و مسائل استراتژیک رو این گونه برای شما باز کنم و شما هم توجه نکنید؟ من از کسی حقوقی نمیگیرم که بیام بنشینم اینجا هی به قول معروف صبح تا شب آب در هاون بکوبم. بلازمندی که از این به قول معروف فرهنگ آگاه بود و میخواست برای این فرهنگ مبارزه کنه، درستی شما ملت وادارش کردیم که بیاد بنشینه نمیدونم تازینامه برای شما بخونه نمیدونم فلان. در صورت که فولادمند مطلبش اصلا این حرفا نبود، اصلا مطلب انجمن پادشاهی ایران این نیست که گفتم که من پسر کوروشم، اگر بنا بشه این سرزمین به دست انجمن پادشاهی ایران اداره بشه، هم مثلا اون میگه ما دین کس دعوا نداریم که هر دینی که میخواید داشته باشید داشته باشید. ولی اجازه این که بخواد دین در نمیدونم زندگی مردم دخالت کنه یا بخواد ملت رو به حماقت بکشه یا بخواد به قول معروف سمپاشی کنه بین اذهان مردم، هم نخواهید داد. الله اکبر، خفه شو بنشین سر جات، برو تو خونت بگو. چهار صبح مردم رو از خواب بیدار کنی، خفه شو مردک بنشین زمین. اینا رو نخواهیم داشت. ولی ما از کسی نمیپرسیم که شما نمیدونم مسلمونی یا زرتشتی یا مسیحی یا نمیدونم جهودی یا هر چه دیگه، حالا جهود حالا بگیم یهودی بر نخوره به کسان. برای انجمن پادشاهی ایران مطالبی که در واقع مطرح هست، ما برای این حرف هست همتنان گرامی فلازن اومد که این فرهنگ رو به نمایش بذاره. از جا که کسی همراهش نشد مجبور شد که بیاد بگه آقا علتش این تازینامه ننگینه که ذهن مردم رو خراب کرده. ولی در صورتی که براستی تازینامه هم نیست، دشمن مسلحه، دشمن شمشیر به دست. هموطنان گرامی من بارها و بارها گفتم تازینامه با هیچ خردی جور در نمیاد، اسلام آیین اجتماعی نیست. من بارها و بارها گفتم از هیچ فرهنگ و نمیدونم فرهنگ چه داره، فرهنگ خودشو داره،
از هیچ ادب و خردی برخوردار نیستن به فلان گرامی. این به عنوان یک بهانه دست شمشیر به دست مشکل من اسلام نیست به راستی. کسی که میاد بنشینه نمیدونم بیان مبارزه با اسلام کنیم یا نمیدونم خرافه زدایی کنیم، بنش بر دنبال کارتون بابا. شما خرافه زدایی رو موقعی میشه کرد، نمیدونم اسلام رو موقعی میشه در واقع ریشه هاشو خشکون که زمینه های رشدش رو جلوش رو بگیریم. خود آدم هم براستی نیومد بلشینه نمیدونم تازی نامه برای شما بخونه، نه بابا، اومد بگی آقا این فرهنگ فرهنگ توانا هست. ببینید سخنان فولادوند رو در زمانی که پادشاه از اشرفی ایران بود، هرگاه که سخنی فرصتی پیدا میکرد شیوه سخن فولادوند رو گوش بدید که در ایران در فرهنگ ایران پادشاه سمبل دوست داشتن، اعتماد، عدالت مثلا گرامی، اینا مسائل ژنتیک و فولادوند این مسائل رو میخواست باز کنه. منتها از اونجا که ملت ایران بیگانه این حرفا شده در طی تاریخ، مجبور شده از راههایی که ملموستر برای مردم وارد بشه. حالا اینم خود جمهوری اسلامی اینو کرده دستک و دنبک مبارزه با اسلام. هر کس سخن مبارزه با اسلام رو پیش میاره اما تنها نگیرم براسته از خود جمهوری اسلامی. هر کس ما مبارزه با اسلام نداریم. من بارها و بارها گفتم با یک دو قول مروب ایدئولوژی که نمیشه جنگید، که باید ریشه های در واقع مادی اون ایدئولوژی رو شناسایی کرد و خوش کن. برای شاه مادیش در تصدقات بیگانه هستن مثلا گرامی. اسلام و هر دین دیگری، هر تئوری دیگری در جهان براستی فقط بهانه است. اینا هیچ یک پایگاه علمی و مادی محکم نداره هموطنان گرامی. بیایید پشتیبان و پشتیبانی کنید انجمن پادشاهی ایران رو که ما به یک مطلبی، به یک راه حل اساسی برسیم. و اینکه ما هی نشستیم به قول معروف چیسینگ آر تیل، دور خودمون میزنیم و دنبال دوممون میگردیم. به راستی این گونه شده مبارزه در خارج از میهن. از حرکت ایستادیم هم وطنان گرامی، به سخن گفتن افتادیم به جایی که بخوایم مبارزه کنیم. کدوم مبارزه رو کی شکل؟ حتی تمام سازمان های مسلحی که در ایران بودن، حتی احزاب نمیدونم آدمخور چپ نمیدونم فلان اینا، اونا هم گذاشتن کنار، همه نشستن بریم بشینیم حرف بزنیم، درآمدش بهتر راحت تر هست. اینا زمانی که شاه ایران بود ملت ایران آرامش و آسایش داشت، اینا کلوف گردنی میکردن اسلحه دست میگرفتن. جرأت دارید برید ایران جلوی جمهوری اسلامی اسلحه بگیرید دستتون؟ نه ماموریتش رو داریم، نه خردش رو داریم، نه به قول معروف چه بگم من، هیچ یک از به قول معروف مبارزه جدی سخنی به میون نمیاره در مقابل جمهوری اسلامی. برای که هیچ کس ریشه تاریخیش رو نداره، خواستش رو نداره، خردش رو نداره، دانشش رو نداره، تئوریش رو نداره، انگیزش رو نداره. هموطنان گرامی، فقط انجمن پادشاهی ایران هست که میگه ما میخوایم ارتش بازسازی کنیم، میخوایم ارتش شاهنشاهی بازسازی کنیم، تأسیس کنیم و میخوایم بجنگیم. تا چه اندازه بنشینیم به قول معروف این گونه سخن بگیم و به جایی نرسیم؟ چقدر بنشینیم این فرهنگ رو باز کنیم و به نتیجه نرسیم؟ که جمهوری اسلامی براستی دست همه رو خونده، دست همه رو خوندن، اینا برنامه برای همه گذاشتن هموطنان گرامی.